دوستان عزیز سلام به کانال جعبه دانستنی در یوتیوب خوش آمدید حکایت غمانگیز خیابان تهران و سئول توی این دو شهر نامگذاری خیابانهای تهران هر کدوم حکایتی داره هر خیابون برای خودش تاریخچه‌ای داره و فلسفه پشت نامش قرار گرفته روابط اقتصادی دو کشور ایران و کره از گذشته خیلی نزدیک و دو جانبه بود به طوری که توی سال 1354 با سفر شهردار ایران به کره این دو کشور خواهرخونده اعلام شدند و برای نشان دادن وحدت و همبستگیشون تصمیم به نامیدن خیابانی توی تهران به نام سئول و خیابانی در سئول به نام تهران گرفتن توی این قرارداد شهردار سئول آرزو میکنه که این تفاهم باعث بشه تا سئول مثل تهران شهر پیشرفته ای بشه و این درست زمانی بود که وضعیت اقتصادی مردم کره نابسامان بود نکته جالب اینجاست که خیابان تهران تنها اسم خارجی در میان خیابان های سئوله حالا با گذشت بیشتر از چهل سال خیابان تهران تبدیل به اصلی ترین، زیباترین و گرون قیمت ترین خیابان سئول شده. دفاتر صدها شرکت عظیم تجاری و صنعتی و دفاتر شرکت های بزرگ بین المللی از قبیل یاهو و برجای بلند این خیابون که سرمایه گذاری بیش از 100 میلیارد دلاری رو به خودش جذب کرده توی این خیابون قرار داره و این در حالیه که خیابان سول تو تهران فقط یه اتوبان به خودش دیده خیابان سئول یکی از خیابون‌های معروف تهرانه این خیابون سه کیلومتره و در شمال تهران واقع شده در داخل خیابان سئول پارکی هم به همین نام قرار داره خیابان سئول از انتهای بزرگ را یادگار امام آغاز میشه و در میدان شیخ خاتمه پیدا میکنه اینک این دوتا خیابون جلوه معناداری به داستان توسعه یافتگی این دو شهر و کشور بخشیده معنایی که برای ما ایرانی ها خیلی دردآور و قابل تعمله و جالب اینکه که رویای کره برای تبدیل به ایران توسعه یافته با گذشت چهل سال برعکس شده و تبدیل به رویای ایرانیان برای رسیدن به کره شده مقایسه سرعت عمل و پیشرفت کره و ایران و در جهت توسعه یافتگی با مشاهده سرنوشت دو خیابان سئول توی ایران و خیابان تهران در کره میشه به وضوح دید